اصلیشه؟ بله. اینه میخوا اصلیست؟ در وزارت تامیت ببرم تان قد قنداغ بزنم تان امکان داره؟ 100%؟ درست. ساعت چند بجه بزنم تان؟ بعد از خودت؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت تک تک شما عزیزان، به یک برنامه جذاب دیگر از پرژن سیتی خوش آمدید. غلام سخی چندین سال قبل از امر بالمعروف و نهی از منکر و وزارت امنیت ببرمتان قطع قنداق بزنمتان هشدار داده بود. همایون افغان که خود را کشید، بالاخره اجمل حقیقی را به قنداق زدند و به وزارت امنیت بردند. این تصاویر سه مرحله زندگی غلام سخی را نشان می‌دهد. سخی جان که بازیچه طفلان، جایش زیر پل و پلچک، شکمش گرسنه، لباسش چرک و چروک بود، مشکلات عصبیش داشت هر روز بیشتر و خطرناکتر می شد، هیچ کس جز توهین و تحقیر کمک نمی کرد. از میان میلیون ها انسان، اجمل حقیقی بود که مسیر زندگی سخی جان را تغییر داد. ویدیوی اعترافی اجمل جگر هر انسان را خون می سازد، چون به جبر و زور بالایش ویدیوی اعترافی ضبط نمودند. گویا از غلام سخی سوء استفاده کرده، فحشا و مدلینگ را در افغانستان ترویج می ساخت. این اجمل بود که غلام سخی را از بحران مرگ نجات داد، ورنه حالا غلام سخی زیر کدام پلچک وفات نموده بود. حقیقی یوتیوبر افغان و سه همکارش به اتهام توهین به مقدسات از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده بودند. خبر بازداشت حقیقی و همکارانش از سوی اداره استخبارات طالبان روز سه شنبه عفده جوزا با نشر ویدیویی از اعترافاتشان تایید شده است. در ویدیویی که در توییتر منصوب به اداره استخبارات طالبان نشر شد، دیده می شود که چهار نفر از جمله اجمل حقیقی دستبند زده شدند. از این میان اجمل حقیقی، مدل و یوتیوبر، به ترویج فحشا و توهین به آیات قرآن اعتراف می کند. اما این اعتراف اجباری به نظر می رسد. در ویدیوی نشر شده ما آیات مبارکی قرآن توهین شده که از همین جهت ما حاضریم تا هر حکمی که محکمه بالای ما صادر کند بپذیریم. اداره استخبارات طالبان در توضیح این ویدیو نوشته است که هیچ فرد اجازه ندارد که در حاکمیت نظام اسلامی به آیات قرآن، احادیث نبوی و مقدسات اسلامی توهین کند یا آن را مورد استهزا قرار دهد. کسانی که اخیراً آیات مبارکه قرآن را مورد توهین و تمسخر قرار داده بودند بازداشت شدند. در این ویدیو تنها اجمل حقیقی و سه همکارش دیده می شوند. اما در مورد شماره از همکاران دیگر آنان که دختران بودند، معلومات در دست نیست. اجمل حقیقی که قبلا مدل بود، از چند به این سو با تولید برنامه های اجتماعی در یوتیوب نیز فعالیت داشت. چند پیش از کانال یوتیوب آقای حقیقی ویدیویی نشر شد که در آن غلام سخی، یکی از همکاران اجمل، آیات از قرآن را به صورت آهنگ خوانده و به آن حرکات ناموزون اجرا می کند. غلام سخی در این ویدیو با ختم هر آیت قرآن خودش را تکان می‌دهد و می‌خندد. حرکات و نحو خوانش غیر معمول که سایر افراد حاضر در برنامه را نیز به خنده آورده است. غلام سخی قبلا به مواد مخدر معتاد بود و با همکاری اجمل حقیقی از اعتیاد دست کشیده و به گفته حقیقی غلام سخی از مشکلات روانی نیز رنج می‌برد. این ویدیو پس از نشر در کانال یوتیوب اجمل حقیقی به صورت گسترده در مدت کم از سوی شمار از کاربران به اشتراک گذاشته شد و واکنش های زیاد را برانگیخت. این واکنش ها اما زمان شدت گرفتند که دیگر یوتیوبرها نیز در واکنش به خوانش سوره حمزه برنامه جداگانه گرفتند و به واکنش های منفی افزودند. شمار زیاد از کاربران به اشتراک گذاری ویدیوی خوانش سوره حمزه توسط غلام سخی در کانال یوتیوب اجمل حقیقی، او را متهم به توهین و استهزا به مقدسات کردند. این اعتراض فراتر از دنیای مجازی نیز شدت گرفت و شمار از علمان دین نیز به صف معترضان پیوستند. چنانچه در ویدیوها نیز دیده می شود که این عالمان ضمن متهم کردن اجمل حقیقی، گروه طالبان را نیز به سهل‌انگاری و اغماز متهم می کنند. آنان از مسئولان این گروه می خواهند که اجمل حقیقی و سایر افرادی که در برنامه خوانش سوره حمزه حضور داشتند را به سزای اعمالشان برسانند. و در سرخط از اینها شخص به نام اجمل وجود داره به راه اسلام. اجمل که از جمله دستاورده های پلید مو دموکراسی نظام سابق است که فحشا و بی‌حیایی را در جامعه موتو پخش میکند. اما شخصی است که مدلینگ و فیشنگچو را در افغانستان موتو که یک کشور اسلامی است، در روی سرکا و خیابان های کابل اگر به یادتان باشه ایجاد کرد.
در همین حال دو روز پس از نشر این ویدیو و با شدت گرفتن اعتراضات، اجمل حقیقی و غلام سخی در یک ویدیوی دیگر ظاهر شدند. اجمل در این ویدیو ضمن عذرخواهی از اظهارات همکارش که به گفته وی بیماری عصبی دارد، این عمل او را اشتباه خوانده و تأکید کرد که بار دیگر مرتکب اشتباه نخواهند شد. اجمل حقیقی پس از نشر ویدیو در کانال یوتیوبش از مردم معذرت خواهی کرد. سلام عرض ادب و خسته نباشید دارم. سلام ما و غلام سخی جان پذیرا باشیم. دوست عزیز، این لایو صرف به خاطر معذرت خواهی ما و غلام سخی جان آمدیم. قسم شما شاهد هستیم یک ویدیویی که از غلام سخی جان در یکی از برنامه های ما نشر شده که یک آیه مبارکه را به خانش میگیره در شکل دیگی. ما خواستیم که صرف و صرف ما و غلام سخی جان یک معذرت خواهی از بیورده به افغانستان بکنیم. معذرت خواهی میکنیم انشاءالله. اینه غلام سخی جان میگه معذرت خواهی میکنم. افزایش اعتراضات سبب شد تا اجمل حقیقی و همکارش غلام سخی برای دومین بار در یک برنامه دیگر از مردم معذرت خواهی کنند. حقیقی میگوید که متوجه اشتباهاتشان شده و به ادیتور برنامه گفته است که آن قسمت را بردارد، اما این کار انجام نشده است. او تصریح میکند که قصد توهین و تمسخر را نداشته است. حقیقی خطاب به منتقدانش میگوید که انتقادها باید به شکل سازنده صورت بگیرد و نباید در صدد تخریب باشند. آنهایی که متوجه شده بودند نباید ویدیو را باز نشر میکردند، بلکه همان وقت برای من شخصی مسیج میکردند، اما متاسفانه در افغانستان بسیاری در صدد تخریب هستند. برنامه زنده و این معذرت خواهی اما سبب نشد تا اعتراضات فروکش کند. در نهایت طالبان اجمل حقیقی و سه همکار دیگرش را بازداشت کردند. را بپذیریم. حقیقی در ادامه اعتراف میگوید که او از طریق یوتیوب خود برای ترویج فحشا و مدلینگ کار میکرده و نظام جمهوری از آنان حمایت میکرده است. او اضافه میکند که با این کار در صدد ترویج ارزش های کشورهای غربی در افغانستان بوده است و اکنون به خاطر این کار از طالبان معذرت خواهی میکند. حقیقی ادامه میدهد که از همکارش غلام سخی استفاده ابزاری کرده است، اما به صورت عمدی قصد توهین به مقدسات را نداشته است. او از سایر یوتیوبرها نیز میخواهد که از توهین به مقدسات اسلامی جدا خودداری کنند. با نشر شدن ویدیوی این اعتراف، کاربران رسانه‌های اجتماعی متوجه شدند که اجمل حقیقی در زندان طالبانند. کاربران با بازنشر گسترده ویدیوی اعتراف و جنبه‌های گوناگون آن پرداختند. بسیاری از کاربران با اشاره به نحو ادای کلمات گفتند که حقیقی متن اعتراف را تحت فشار و از روی ورقی که روبروی او قرار داده شده بود می‌خواند. شمار با اشاره به نوع پوشش و آراستگی حقیقی در گذشته گفتند که او به شدت شکنجه شده است. شمار دیگر اما فراتر از آن به ویدیوی اعتراف دقت کردند. کاربران به شباهت عجیب و واژه به واژه این اعتراف با اعتراف دختران معترض پرداختند. این در حالی است که طالبان پس از مسلط شدن دوباره بر افغانستان، فعالان حقوق بشری به ویژه زنان، خبرنگاران و منتقدان این گروه را نیز بازداشت کردند. اقدامی که از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. پیش از این طالبان ویدیوی اعترافات شمار از زنان بازداشت شده را نیز منتشر کرده بودند که واکنش های تند را در پی داشت. افزون به این کاربران با مخاطب قرار دادن علمان دین نوشتند که علمان دین در افغانستان بجای اصلاح جامعه و گرفتن راه حق تسلیم زور بودند. کاربران نوشتند وقتی که سراج الدین حقانی پیامبر اسلام را رهبر و مشوق انتحار معرفی میکند و میگوید که حضرت پیامبر در مقابل کشتار سند جنت را داده است، تمام مسلمانان و علما سکوت میکنند، اما افراد دیگر را به اتهام توهین به مقدسات قضاوت میکنند. کاربران همچنان استدلال کردند که عالمان دین در مقابل کشتار افراد بیگناه، روادانستن حملات انتحاری و به تمسخر گرفتن دین توسط طالبان سکوت، اما در مقابل یک اشتباه غیر عمدی اعتراض میکنند. و در ادامه نوشته است که علمای منبرها در مورد سراج الدین حقانی سکوت کردند، اما در برابر غلام سخی سخنرانی های غرا صادر کردند. کاربران همچنین به قرآن خوانی سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد و شمار دیگر پرداختند و پرسیدند که چرا این علمان دین در مقابل اشتباهات افراد برجسته طالبان سکوت میکنند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان فرد است که نامش در فهرست افراد 10 تروریست FBI قرار دارد و امریکا برای بازداشت او 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان در مراسم فراغت دانشجویان اکادمی پلیس در کابل آیات از سوره آل عمران را اشتباه خوانده بود. همزمان با این ویدیوی اعتراف، شماری از کاربران ویدیوی دیگری را از اعضای طالبان منتشر کردند. در این ویدیو دیده می شود که اعضای طالبان نماز را به تمسخر می گیرند و آیات قرآن را اشتباه می خوانند. دوستان عزیز، هدف ما از چینل و برنامه های ما پشتیبانی از هیچ گروه و هیچ فرد نیست. ما فقط می خواهیم اطلاع رسانی بکنیم. تشکر از اینکه تا آخرین لحظات برنامه ما را همراه بودید. برای حمایت بیشتر از ما، ویدیو را لایک کرده کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا یک برنامه جالب دیگر، خداوند بزرگ نگهدار همتان.